خرباشت آقا جان، زشته، ای به ما مسخره مردم نیستیم که. والا مردنم مردن های سبا طرف یه زیک. تمام زشته آقا جان، این همه کارگر شریف شهرداری رو از کار زندگی انداختم که چی؟ آقا با سلامتی سرش زمین گذاشته رفته اون دنیا. خوابشو ببینی، من حالا نمیمیرم، میفهمی؟ بابا من یه سکته ناقص زده بودم، هرتی میخواستی منو بکنی زیر خاکا بی مروت. خب من برم با کارمرم برسم، کاری چیزی نداری که. میخوام بیام اونجا رو کاناپه بخوابم بابا، من اینجا میترسم. خب خودت لوس میکنی. یه این بارم جسی رجبه، دو به یک به نفع تو شد. اسرائیلم که جواب کردی. هی مال مردم خور، های مفت خور. خاکتون سرت کنم. بیدار شو تن لعنه. شیوا صداتو نمیشنوه. بسم الله بسم الله. لااقل از ترسم شدی یک بار اسم خدا رو به زبون آورد. شیوا 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 کجا رفتی؟ شیوا چرا داد جنگل رو میدادی؟ شیوا درو باکن. چرا داد میزنی؟ چرا حرف حالیت نمیشه؟ گفتم کسی صدا تو نمیشنه و حالیت نیست. چرا؟ برای که تو خوابی. آخه خوابم؟ تو خوابه من چی کار داری؟ روحی؟ جنی؟ چی هستی؟ بگو دیگه. ای توف به غیرتت بیاد نامرد، تو قیافه داداشتم تخصیص نمیدی؟ داداشم؟ ببینم. توی رحمت؟ آها خودمم. بله داداشتم نامرد. خجالت نمی کشی؟ اقلا یه خورده به فکر قبر و قیامت خودت باش. برو بابا، تو خودت به فکر قبر و قیامتت باش. منو که تو قبر تو نمیذارن که. میذارن؟ نمیذارن. تو از قبرستون دپورت شد چون دل این دختر بدبخت همراهت بود. تو قولی داده بودی که عمل نکردی، برگشتی، ولی بادم به فکر کلک و حقی. یه بار جسی رجبک، دو بار جسی رجبک، این دفعه تو دستی ملخک. این شد. از بچگی هم عادت داشتی وقتی که میترسیدی صدای سگ و گربه در میوردی.
میو میو او او. ولی حالا آدمی دیگه مگه نه؟ پس گوش کن چی بهت میگم. حیف این همه زعفرانی که ما خرج این کردم. شیمو! آن چیه؟ ناخوشی، درد بیدرمان. من اونی جر میده یا دنس میکنه. استغفر الله. بابا شیوا کجایی؟ آقا بلند شده آقا بای. بیا بشین. من که نشستم میگه. بیا بشین کارت دارم. مگه تو نمیگی دکتر گفته من وصیت کنم؟ خیلی خوب بیا بشین اونجا. من وصیت میکنم. من میگم تو بنویس. بیا بشین اونجا. بفرما. بیا. بفرما. بیا بشین. خاچی. شوخه کردم ها. ماشالله خوبه. آره دخترم خوبم. ولی انگار وقت رفتنه. آب و سلامتی. کجا ایشالله؟ سر قبل بابا. کجا میخوام برم؟ میخوام برم اون دنیا. بخیر خوشی دیگه آقا جان. با سلامتی. ببین دخترم، من غیر از تو این دنیا به هیچ کس اعتماد ندارم. من به تو قول داده بودم این خونه رو به نام تو کنم. آقا جان خیلی سخت. خیلی هفته داده شقدر نمقدر روی شانه ها گذاشتن از این خانه با آن خانه. هر شیش با هر شیش با هر شیش با. ای بابا هفتا؟ چه خبر آخه؟ چه میدنم؟ میخواستم بتر کنم. من این خونه رو با تمام وسایلش میدم به تو، ولی یه شرط داره. فلمول نقیه، من آسپ هستم. نه من چیزی از تو نمیخوام دخترم. فقط باید بگردی دو نفر رو برای من پیدا کنی. دو تا برادرزاده دارم، تو باید بگردی این دوتا رو برای من پیدا کنی. دوتا؟ دوتا. 48 ساعت وقت داری. سخت. امیر بیدار بکنم. ببین دخترم این دوتا نادون رو برای من پیدا کن. ولی بهشون نگو چقدر ثروت دارن. حالا چقدر دارن؟ به تو مربوط نیست. 2 میلیارد. همش؟ اون دوتا علامت خاصی دارن. هر وقت تعجب میکنن چشمشون چپ میشه. پاک چه؟ بین حرفم نیا. چشم. بفرما. چی رو بفرما؟ تا جایی که من پیگیرشون بودم برادر کوچیکه عاشق آواز بود. برادر بزرگ تو یه قهوه خونه آشپزی میکرد. بگیر آقا جان بگیر. نمیخوای با نم بزنی پا چرا بهانه میاری؟ آقا من چطور پیدا بکنم توی تهران درندش دوتا چپات در چپه؟ پس فکر میکنی من اون آدرس رو علکی بهت دادم؟ اگر اونجا نبودن من چه خاکی تو سرم بریزم. مگر نمیگی که چند سال ازشون خبر نداری ها؟ از کی؟ از چی؟ ساکت، چقدر تو حرف میزنی، وای. اونا اینقدر قیافشون تابلوست که تو یه شبه میتونی ردشونو بگیری. خودم یه بار این انگرالاسفاتو توی یه تالار عروسی دیدم که داشت قارقار میکرد. من بهش نگفتم که عموشم، ولی خب راستشو بخوای همیشه چشمم دنبالشون بود. خیلی دوستش داشتم. چی بگم؟ ولی این پول نامرود نمیذاشت که برم خودم رو معرفی کنم. اما خواه با زحمتش میارزه. من چشم به راه تمام. بری پیداشون بکنی یا من نمیمیرم تا تو بیان. من دست کم گرفتی پیر مرد. به من میگن شیوا. شیوا هاشپل. ببخشید درست بابا. نه ماموریت دارم. Hadi 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 had
پس ببخشی آبجی ها، امروز آخر هفتن، مسافرم کمه، واسه بردن یه مسافر یه دوتا کشته و زخمی بروزه. کشته چی آقا جان؟ کشته مگر شهر هرته؟ وقتی من بردم شما را دادم دست ماموران محترم کلانتری، بعدا میفهمی دنیا دست کیه. کلانتری؟ من برای شما برنامه ها دارم، اما بعدا میشم. جایی میری برسونم ادب چی؟ برو آقا جان، برو وصله ندارم. آقا کیه سوار شو بابا، من حیبتم. او کسونی؟ ای ماشالله ماشالله، بینم بذار سر چیزیت نشه. الان بوده ببینم، بازم برو ببینم کارم جان. ایبا جان شغل چی؟ مخلصه نچکشه، یعنی اونایی که یه جورایی از فرط را رفتن تو ترافیک این شهر لندهور عینه نچ شدن میرسونه مقصد کریه میشه. البته فقط از جمعیت نسبان معلومه تازه اومدی فرم شمالی. آخه از کجا خوابیدی؟ بخی لحجه خاصی ندارم دارم. آو تو را من چشم در راهم شباه انگام از دیار نیمایی یا میرزا کوچخان جنگلی ها؟ کوچک شما میرزایی هم میرزا کوچکان جنگلی. این هم همون آدرسی که میخواستی. میگم این تالار که تعطیله، مطمئنی همینجاست؟ آدرس که همینه. نه؟ بده ببینم. ای روزگار لا مروت، شوهره به امید کار اومده تهرون و شلوارش دوتا شده و همون قصه تکراری همیشه گیاره. ای خانم جان خیلی ساده ای. خیلی خوب بابا، خیلی خوب گرفتم. من خودم میرم برای سرتای قصه رو هم میارم. ای باریکلا بودو هم بودو. طرف از اینجا رفته یه تالار دیگه، اما شب میتونی بیابیش. باش تا بیام. اه شما که هنوز ایستادید؟ بفرمایید بشین، بفرمایید. چی میشین؟ خیلی خوش اومد. بفرمایید شما چند نفرید؟ من در خدمتم. کی؟ من؟ راستی؟ آقا دومات کجا؟ نیومدن خودشون؟ آقا اشتباه. درست میفرمایید. دومات هم دومادای قدیم. خودشون میومدن، قرارداد تالار رو خودشون تنظیم میکردن، خودشون امضا میکردن، خونه میخواستن خودشون میرفتن میگرفتن، بالاخره همه کارا رو خودشون انجام میدن. امان از این جوانای امروز. چی میشه کرد؟ بفرمایید درست. آقا جان من اصلا نمیخوام شوهر بکنم که. شما رو میخوام به زور شوهرتون بدن، عشب آدمایی پیدا میشن. شما نمیذارین اصلا کلام منعقد بشه. بفرمایید منعقد کنید. ببینم به سلامتی شما شمالی هستین؟ خیر. شما از کجا فهمیدی؟ من لهجه خاصی ندارم که. لهجه که درست میفرمایید، ولی خب بفهمی نفهمی اون آخراش یه تی قربان داره. حالا در گذشته، این آقا ناصر رجب زاده اینجا کار میکنن، من میخوام ببینمشون. آقا ناصر؟ بله. چی کارش داری؟ ریا نباشه، ریا نباشه، یک امر خدا پسندانه.
چرا انقدر ریزی چشم من نمیبینه اصلا که چی کدوم زد؟ درش میشه این آقا ناصر ملقب به کلاق؟ پس چرا این بیست صاحب نمیشه پس الان یک هفته باز بیان منو گروگان میگیره؟ چرا نمیچرخه؟ بکنه آجام بکنه را اینا میره نظر دلم خونه یه موتم بشه میخرم اون ناز تو قلبه هم از باز تو بیا صاحب خوش که خوش این گلو بگفته حمزه همجم بلند شد بلند شد دور بذار آماده باش که الان تقیبه گریز آغاز میشه سکانس حساس فیلمه اهم بودو آقا رو باید باری که الله گفت به خواننده های وطنی و غیر وطنی که صداشون ساختن برای جنابالی ایل خب با به جای گیر دادن به قارقار ما بهتره فکری مؤسسه ترمیمون باشی که اکر میبینن بقید در نره مایه رو کن بریم باز که تیکه اومدی ببین اینقدر مایه نکن مایه تو کشوست بیا رسیدش هم امضا کن اینم خودکار آزم کشو هستم هم پس قرار 600 منون بذارم واسه یه نامزدی بود دیگه قرمینم نگردا چطور؟ یه وقتی نامزدی به هم خور واسه ما فرق نمی کنه چه نامزدی باشه عروسی بله برون یا خدن سرون ما حقمونه میگیریم ببین ناصر خان اگر قرار باشه حق خوانندگی داده شه خودت بهتر از من میدونی باید بفرستم واسه اون ورا آبیا نه که بدم به جناب عالی اینم که میگیری بابت بدهیه در ضمن اون خودکارم بده به من تو جیبت نذار یا همون دیگه بلیتت بردی که فقط صف دایما پیشت گیره انقدر قر نه یا قناری تو چه بخوای چه نخوای من و تو باید با هم کار کنیم حواست باشه آن راستی امشب حواست بیشتر به خودت باشه واسه طرف یه دختره رو فرستاده بود سراغت دروغ میگی جون تو ببینم تو شمال فامیلی کسه کاری داری؟ نفست از جای گرم بلند میشه ما بچه سرای فامیلش کجا بودم تو شمال در هر صورت دختره شمالی بود حالا کجا فامیلی شمالی بود؟ از کجا؟ بعد جوری لهجه داشت حسدم نشبه تو چه پاکی یا یه دل عاشق نداره میشه جز جا بذاره چه باقم نکنمش بپوشم خودت دارم بشستم بک میکنم بودو خانم جان بودو تعقیب کن بودو شوهرته؟ بله بله شلوارش دوتا شده ها؟ وای پس طرف کی میتونه باشه که اینطوری میری دنبالش؟ نکنه خدایی نکرده برو ده خانم محترم الان گمش میکنی من نمیتونم ماموریتم رو انجام بدم من برای این برنامه ها دارم اها بودو خب اونه از اول میگفتی جناب سرمان ای آخر گاز بودی یوش باید یواش شوخی کردم قرار چون یواش مقرد نداره من حالا گما کردی که دیگه نداره یواش ده خب بابا ول من کن بابا هوشن تو هم با این موتور کلنگت پدر ما رو در آوردی اصلا می‌خواستیم سوار استارت بزنیم روشن شه پدر پامون ماهی همین ماهی چامون گرفت آره بابا گذاشتمش پارکینگ آش داده زد زیاد به 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 سلام سلام عزیزم سلام سلام شب پسر تا این موقع شب شما چیکار میکنین موقع هم ساعت چنده تا این موقع شب چیکار میکنین اینجا یواش آخر ترمز بکنی بفهمون جانم سلام اینم محل جو منتظرم اون آسر بودی بذار ببینیم چی کار دارم میکنم بودش حالش ببر تو چی خانم خوش کرد دستمت چه خبر
20 ایوان باری کلا ماشالله ایوان واقعا که میگم این بچه ها شیرینی زندگی هم. ای خدا چه میشه ما هم سر سامون بگیریم بالاخره همسایه بلا بچه همسایه بلا هرگز نکنم وح 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 چطور آقا جامعه خوی شب بسر منتظرتون بمونم برمیگردیم بمانی میخوام هفتاد سال سیاتون نمانی تمام دل روده من آبادی تو دهن من کی بود تو تصدیق داد؟ بیا وایسا بیا وایسا شیرین تو بگی با بگی یه دهن بخون برو بریم صفا کنیم نیا خدایا خدا شکرت برنامه دارم برا مرد نازنینی چه مرد نازنینی دقت کن. اونا باید دست به خیر باشن چون باباشون تو خواب به من گفت اگه یه وقت خواستی حق بچه های منو بدی اول امتحانشون کن ببین دست به خیر هستن مردمدار هستن نکنه یه دفعه گول پول بخورن و یادشون بره اصلا اینا کی بودن؟ بابا این خیلی مرده بابا جان از شنبه گرفته تا یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه تا جمعه را نان میده سهم الارث باید به این برسه آمدم بله سلام ماشی جان زری خوبی؟ خوشی سلامتی ماشی جان خیلی ببخشید منزل آقا ناصر ملاقات به ناصر کلاغ هم اینجاست ناصر کلاغ ناصر شما ناصر کلاغ چه وقتی که ماشی جان ماما ماما ای خرب بی بی زی را کش درد بی درمان بی تربیت زهره را کشتی اومدین دنبال رضایت هیچ کس رضایت نمیده بهت برو گم شو بابا جان چرا قضیه را جنایی میکنیم با پای خودم اومدم قتلگاه اینجا چه خراب شده ای بود اون خود زهریه یعنی شما نفهمیدی؟ آقا اسمار کجا این زهریه؟ زهره مثل بشته بود مگه خول شدی؟ مگه دیوانه شدی؟ اون وقتا حرفش بود که ساکشن کنه من؟ آقا اسماعیل عوض دانشما ساکشن نمنده و بشکه که منده چیه داشت قریب کشونه؟ ده دقیقه آدم راحت نمیذارین؟ ناصر جان دست پاد جمع کن امروز هم خیلی قمپوز داره در میکنی باید بری شب هم که دیر میای خونه آقا جون من اصلا مطرب تو این خونه نمیخوام میخوام خونه رو بکوبم ایوان خواهد بکوبی خونه این هم داشته باش این هم داشته باش میکوبی یه در از تونه باش گرد خواهد تو چشت نره ما هم شریف بشم بیدیم بابا چیخ شله کوبیدش با شما برگش ماما آره من تو هم بسته نقیم رو این دعوا چی ها بگی رفت تو آقا بخور مامان جان دستت بسبر بخور مامان جان حالت خوب باشه بابا بخور دیگه حال دیگه انگار حالش خوب شده خدا را 800 مرتبه شکر یه وقت گفتیم طورش بشه کلی پیاده شدیم ها ببین اسماعیل کله بس تا این دید قش کرد افتاد زمین دروغ میگه اومد چه؟ هر زن را میبینه فکر میکنه زهر خانم اومده هر سکینه بیدندون را میبینه فکر میکنه زهر خانم برگشت اومده دست شما درد نکنه خانم جان حالا ما شدیم سکینه بیدندون با این همه دندون بهتر شدین؟ طوریم جنسش که آقا جان این هر دقیقه اصلا 20 سا بار حل میگیره میرسه تو حلقه من پاک منه کد مرز غندی آب غنده اقدس به مرده بدین زنده میشه تو که شکر خدا زنده این عروس گلم عروس غندم خانم جان دست شما درد نکنه این لباس های منم از سر بند بردار چش هنوز نیومده دست رو نه چش زدم نه چونه عروس اومد این اقدس خانم عادتشه به همه میگه عروس گلم عروس قندم مادرتونن؟ نه خیر خالتونن؟ نه خیر امه؟ نه خیر دایی زن نه خیر
خب یه ذره اون اولشو بی صاحب بگو، من بگم تا آخرشو دیگه. اولو بگو. اولشو؟ اولش جز. چی؟ جی نداریم. یعنی جای ننمونه. جای ننمونه، ما رو بزرگ کرده، سر و سامون داده. آره. سال دیگه نری؟ چرا ناراحت میشی آخه؟ بالاخره من باید بفهمم عروس قندی کی میخوام باشم. بچه گلو. نچی چی الان؟ یعنی نشکنه تو گلود. اصلا نه، شما اصلا ما نگفتی کی هستی، چی هستی، چی کار هستی، از کجا اومدی، اهل کجایی؟ چی آقا جان، این همه میبافی واسه خودت. یک کلام بگو، من خودم برای شما معرفه بکنم، همین. خدا پدرتو بیامرزم و جونه، اول شروع کن دیگه. اهل گیلانم، خرد و خوشی دارم، سر سوزن زوری، شیوا هستم، شیوا هشبر. ایول خانم سپهری. هشتاپر آقا جان، سپهری رو از کجا آوردی؟ دل نمیدیه؟ خیلی خب، الان فرق نمیکنه، ما چی کار میتونیم براتون انجام بدیم؟ والا من یه چیزی رو آوردم نشان بدم که ممکنه فقط هضمش سنگین باشه، اینجای شما بمانه. یعنی چی؟ گوش بده ببین چی میگی؟ والا همین چند روز پیش روم به دیوار، آقامون زردالو خریده بود، هضمش سخت بود، این وروجک تا صبح تو دستشویی خوابیده بود. گر بینو شخ، دور گر بینو. گر بینو. دور گر بینو. گر بینو. خیلی خوب، پس حالا که راحته من یه چیزی رو به شما خصوصی نشان بدم، ببخشید. خانم جان، چشکم بود، چیکار کردی؟ بهش خصوصی نشون دادم، چیزی نشون دادم. من نمی‌دونم. چی شد؟ چپ شده؟ چی نشون دادی بهش؟ چی شد اینطور چپ شده؟ چی نشون دادم؟ خانم جان، هوچی کاری داره بیاری، یه چیز خصوصی نشون دادم. من اینو نشون دادم، اینو. اون دیگه چیه واسه در آوردین؟ چی شد پیم پام باز میکنه؟ پی چیه؟ پی پی چی؟ همونی که من میخواستم، وای خدا جان. نام رسان نامه من دیر شد، کودک دل بند فلک پیر شد. نام رسان نامه من سیر شد. بخشید آبا جی، شما شمالی ها بسید که همه جملهاتون با سیر ختم میشه. جمله من شعر عیزم عیز خواستم بگم نامه من دیر شد. آبا شما اشکال نره. گفتم همه بخوابن که این وقت کسی نشنه ما چی میگیم. آره خلقه بهتر. به قول قدیمی ها بچه های تیرو میگفتن دیوار موش داره، موش هم گوش داره، گوش هم سوراخ گوش داره. آله خلاصه ادامه های زیادی داشت. حتی گفتم بخوابن نشنه من، ما خودمون دوتا مثل دوتا چی؟ قناری؟ قناری اش؟ نه، هیچ ربطی به ایوونا نداره، صحبت خودمونه. گفتم مثل دوتا آدم حسابی، مثل دوتا مرد. نه، مرد که نمیشه، همون مثل دوتا آدم حسابی. خوشگی شانس، شانس نداریم ما، شانس. بله؟ هیچی آقا جان، در گذشته. حالا شما میخوای با این پول چی بکنی؟ با این پول؟ انقدر فکر را داریم با این پول. مایش باشه همه چیز هست. این یعنی تو این فکرم بود که اصلا این خونه رو بکوبیم. این خونه رو بکوبیم. با خاک یکسونش کنیم. چهار تا تیره هم بکوبیم توش. یه سقف هم بزنیم روش. یه مشهد هم بریزیم توش. زندگی کنن توش. راحت. یه سینتیسایزر بخریم. یه سینتیسایزر. صدا رو اصلا باز میکنه. اصلا میگه اشتر وسط میخوام میگه هر کی یادش بره که وعده با من داره، وای وای وای. اشتباه میکنی شما، هر کی یادش بره نه، هر کی یادش بره که وعده با من داره، وای وای.
وای 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 آرامتر هم زیاد بیدار شدم. آره شما هم یه پس سینتیسایزری. آخه کار سینتیسایزر همینه دیگه، غلط غلوتای آدم ها رفع و رجوع میکنه. به قول این خارجی هم دیدی میرم اونور همه این شرار رو برمیدارن یه چیزای همینجه شخ میزنن میره با سینتیسایزر توی این خارج مثلا اونور آبی ها میخونن چیز میگه دختر کول ای نازنین دختر ای نازنین دختر. نه 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 ما غیر وطنی گوش نمی کنیم آقا جان، شما هم بهتره که وطنی بخونید. هیچ جا خاک پاک وطن نمیشه. وطنی که تا دلت بخواد راست کارمونه. شما فعلا اول مایه رو لطف بفرمایید، اونش هم با ما. اصلا شما پولو بده ما میریم کلاس آواز سلفوژ. میخوام بگم اما نمیشه. چرا؟ چون شما یه برادر دیگه هم داری. آخه دروغ میگی. حکایتش طولانیه، اونم مثل شما سهم میبره کاملا برابر. قشتن این شانس که نمک نداره، یعنی 500 تومن شد 250 تومن. نه بله بله دی. حالا نمیشه پیداش نشه. خجالت بکش، خجالت نکش. که بی نباشد از تو بر ما جفا نبرد، بر ما لازم است که خار جفا نبرد. بیداد نیکوان همه بر آشنا نبردان. بسه بابا چون دیگه خب یه چیز بخون دل همه باز شه، همه سر ذوق میان، دلمون گره بقدر ها ها های یا ها های خوندی. نازی خان آواز ما همینه، اگه نمیخوای نمیخونیم. همون آهنگ چیزه رو بخون. چی بود؟ بگو. بس که آزردی ما رو. چش آقا نتی رو چشم. یه روز در معذر عدل الهی به حسابت میشه که روسیایی. بس که تو آزردی مرا هرگز نمیبخشم تو را، بس که تو آزردی مرا هرگز نمیبخشم تو را. اگر تو آزردم باشم نوش جونتون. خوشمزه بود. حالا چی میل کردیم؟ نسیر تویی؟ گیریم که من باشم. فرمایش. من با شما کار دارم، یک کب خصوصی. خواهر من خصوصی که نمیشه. خب حالا چی کار داشتیم؟ من مأموریت دارم که برای شما برنامه داشته باشم، منتها بعدا میگم. مأموریت؟ خدا لعنتت کنه. این همک نشناس نامرد، آخرش ما رو دادی دست پلیس. آبا جان نترس، من پلیس نیستم کی. من باور بفرمایید خواهر من، یعنی باور بفرمایید جناب سروان، اینجا رو همین یه ذره جا رو من با کلی بدبختی و قرض قوله دارم میگردونم. همش هم ضرره، اون وقت کلی هم از من مالیات میگیرن. باور بفرمایید خرجمون نمیگرده، یعنی خرجی در نمیاد. بعض موقع زیر میزی رو میزی کار رو ردیف میکنه. خیلی ناقابله. اون چی؟ خیلی ناقابله، شرمنده. میگم چی هست؟ میدونم کمه، خرجی زیاده، دستمه، ولی حداقل میشه باشه دو تا از این عروسک مروسک های سنجاق تهگردی پول اونا میشه. خجالت بکش آقا جان. بردر بردر رشوه در حین ماموریت. من شرمندم جناب سروان، پس اجازه بفرمایید
من همسرم سارا بیاد اینجا پشت دخل بشینه، اون وقت شما هر جا خواستید منو ببرید، من تسلیمم. من آمادم به شما بگم شما صاحب 250 میلیون تومان پول نقد شدی خود خودی شما. دویست و پنجاه میلیون؟ خدایا شکری آقا، با اجازه همه. با سلامت، با سلامت. چه شب ببینم؟ شب شد یا نه؟ خب در شرف میشه، ایشالله که میشه. توجه توجه، اینجا در تصرف هشپره. معنی و مفهوم اینه که آقا جان گرتی بازی تمام شد، برید خانه. اهم بلشو دویست و پنجاه میلیون. باور بفرمایید خانم، شما فرشته نجات ما شدی. این قهوه خونه و حاشیهش، یعنی آشپز خونهش و انباری و خلاصه این آشپز ماشپز و عواملش همه قرض و قلهی هم. راست میگه خانم جان. خدا بیا مرزه آقامو، منظورم معشر احمده. خدا رحمت بکنه. همونی که ما رو بزرگ کرد. باور بفرمایید آشپزی تو خونش بود، اما من که میخواستم آشپز بشم، واسه همین این قهوه خونه رو اجاره کردم. آبجی باور بفرمایید خرجمون در نمیاد. در نمیاد؟ چرا؟ چرا؟ خب مردم هم دیگه، مردم عادت کردن برن جایی که شیک و پیک و زرق و برق داره و نمیدونم جینگیلی بینگیلیه، خواننده داره، گروه ارکستر سمفونی که از این چیزا داره. ما هم که کلی تلاش کردیم این یارو خواننده رو بیاریم، نیومد. خیلی کارش درسته، باور بفرمایید وقتی میخونه مردم رو به پیچ و تاب میاره. لا 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 لا، دلم بیقرار عشق بودا لا لا لا. تو این مایا ما که خواننده نیستیم آبجی. راستی بابا هنرمنده چی آخه اینجا؟ اگه بیاد قهوه خونه هرچی جشن میگیرم، جشن عروسی، تولد، بله برون، منتها نمیاد، بی معرفت نمیاد. میاد نمیاد؟ میاد نمیاد خواهر من، نمیاد. میگم میاد تو کوچش دیگه آقا جان. وقتی خانم میگه میاد یعنی میاد دیگه، چقدر کلکل میکنی تو با مردم. خیلی لجبازیه، خیلی عیب آقا. واقعا چطوری آبجی؟ تو باید این نامه را امضا بکنی، من بفهمم ارث در راه درستش مصرف میکنی، تا بهت بگم میاد یا نمیاد. بگیر. آها بگیر. این که اسم منه، این یکی کیه دیگه؟ پا داداش. داداش؟ تو گفته بودم داداش داریم بابر. یعنی برادرم. یعنی که 250 تقسیم بر 2 اینا. ببینم داداش ما رو دیدی؟ آو پا چی؟ چه جوانی، چه جوانی. حدا شما هم میبینید. آو حلال زده بوده. زگ زگ بخورمینم چی میگه. الو؟ بله بله، ما سر قراریم. شما؟ خب خب خب، باش باش، مرسی آقا نصیر. خب حاضری که آقا؟ بله. ببینم داشم کجاست؟ باش اوتون نبود آقا نصیر، من از سرزم رو من دیگم منو گریه میگیره بابا. خب خواهر من چی کار کنم؟ صحنه خیلی تراژیدی که بری پایینه، بری پایینه. بس بکنی گرگر کبابا یا کو؟ کجا هست؟ او 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 خیلی خبر بیالا را کن منم تو هم بار تالالت پدر بار داداش بخبی برادر ناصر! برادر! ناصر! ناصر! ناصر که بابا بلمون کامن را بکنه. ای اون نه، اون بغلی، بغلی! خواه، باشه با! ناصر! باشه! داداش! تو؟ ببینم، ناصر تو بچه قرتی؟
داشته منه؟ حالا میرم با دست رو بکن دفع آخر باشه دست رو بکن دست رو بکن دست رو باشه باید بودم بسید بابا بسید آقا ساعت دفعه پیگون قصدون دادم که اخوی باش بیا این قهوه خونه داشه آواز بخون نایمم گفتم بیا یه دوست دارم گیری داشه میشه پرسم چرا خالی مندی؟ خالی میبندم چند دفعه آدم فرستادم دنبالت چند دفعه خودم اومدم دنبالت چند بار گفت چند بار؟ با این دفعه میشه 12 بار آو 12 بار گفت میرفتی دیگه بابا جان دیگه بابا خالی میبندم ها عجب و چه روی داره ما فقط 2 ساعت هم دیگه رو میشناسیم و تو قبلا به من گفتی که بیا تو قهوه خونه کار کن دارشی جونم میگه بابا 2 ساعت دیگه آشتی کردید دیگه خون خونا میکشه نشیب خانم والا چه عرض کنم اما شما هم باید برای آینده خودت برنامه میداشتی دیگه آقا نظیر دیگه آخه قربون آدم چیز فهم تو نه حسابت حسابه نه قهوه خونت قهوه خونه است خب چی کار کنم اون قهوه خونه رو با 1000 قرض و پول اجاره کردم اجاره؟ با چرا من فکر میکردم مال خودت آقا نظیر؟ ای خانوم من که مال و منال داشتم که اینجا نبودم من بدبخت فرزند خونده یه آشپز بودم که از تمام غذاهای دنیا فقط یه غذا رو برد اونم دیزی بود بچه ها توی مدرسه به میگفتن نصیر دست دیزی دست دیزی؟ آره لقب اون شده بود نصیر دست دیزی چشم هم گذاشتم دیدم زن دارم بابا هم که همراه صاحب قهوه خونه بند خدا پیش ببینم الهی ببینم الهی طلاهای سارا رو فروختم که قرض و پوله های قهوه خونه رو ببینم آی طلاهای بیستا با چرا فروختی آقا حیف نبود چی بگم خواهم گفتم میشه قاطق نونم شد قاتل جونم خب حسن خود درست میشه خدا خدا رو داری درست میشه خدا از زبونت بشنفه خواهم آدم یه عمو داشته باشه به این گردن کلفتی اون وقت بره بدبختی بکشه آخ عمو اگه دستم بهت نرسه باز تو که بچه قهوه چی شدی من چی بگم افتادم گیر نن اقدس اقدس آب قندی برو آی امان از اون آب قند صبح تا شب سر این چهار راه میرقصیدیم و میخوندیم تا مردم یه چندل گاز به اون پول بدن یه روز به خدا اومدم دیدم همش دارم میخونم بعد گفتم ما که داریم میخونیم چرا نریم توی تالاری جای درست درمونی بخونیم از شانس بعدم از اون روزی که تصمیم گرفتیم بریم توی تالار بخونیم زد و ننقدس حالش بد شد و مریض شد بعدم برای پول دوا درمونش مجبور شدیم از اون کفدار کچل پول قرض بگیریم که اون نامردم انقدر از ما سفته گرفت که اگر تا آخر عمر هنریم هم هر چی کار کنم بدم به این نمیتونم سفت آن پس بگیرم کچل کفدار باز ببینم تو مگه بلدی بخونی آره بابا ناصر کلام معروف اما تو که فقط لب میزنی لب میزنی؟ عجب برادری هستی 1000 تا دشمن بدتری هست میگه بابا میخانه بابا من شنیدم میخانه آره واقعا بچه هنرمندی خیلی ماشالله برای خودش هنرمندیه ناظر کلام آفرین دارم تو یارم باشی کنارم باشی بی خیالم نشی گوش داری نسی؟ آره عزیز میدونی اگه از همون اول میدونستم داشمی نمیذاشتم این همه سفته بدی پول همه سفتهات خودم میدادم بعدش میومدی تالار من میخوندی و بحبه چی میشون مگه تو تالارم داری؟ خب پولر که گرفتم میخرم اما من میخوام برم اون برا ده ابله اگه بری که دیگه نمیتونی برگردی بگم بیا ای توف بروس نامه پنن اقبست چی؟ همسایه ها؟
من بهشون قول داده بودم که وقتی پول گرفتم یه خونه براشون بسازم. یا نه همین خونه رو بکوبم، با خاک یک سونش کنم. چهار تا تیره هنی چیزی آدم میکوبه تو این زمین صاف مرده، یه سخت بر میدنه روش، این بقیر میده توش زندگونی کن. با خاک ناصف خان کجا رفتی؟ زندگی هم میخوای این پسر ماشینم مثل این بیرم بشنسه به نظرت اینا مزنده اینا تو چه مایه هایی هست؟ فکر کنم یه صد تومنی باشه. دروغ من صد تومن؟ یعنی صد تومن؟ صد میلیون نقطه هاشو نهید صد میلیون خب خیال نیم صد میلیون هم که باشه ما یه سینتی سایزر داریم دو میلیون، اینجا هم میشه 100 میلیون، رو هم میکنن 102 میلیون. اونجا میمونه با یه چیزی هم تش میمونه دیگه. مگه تو هم میخوای بخری؟ تو میری اگه از اینا سوال شما دیگه هیچ کسی بعد نگاهت نمیکنه. گل گفتی پسر. تو این دور زمونه پول آبرو میاره. فکرشو بکن یه ماشین بخرم بندازم جلو تالار، خودم هم برم کنار ماشین وایسم. اون وقت همه منو میبینن میگن به 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 حاج نسیم این ماشین خیلی کنارت یه قرارداد درست حسابی می‌نویسن دیگه هیچ کس نمیگه صدات مثل کلاغه دیگه. اون موقع صدات میشه عین خونه کشتی تایتانیک. پول عروسیو میکنم دو برابر، نه 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 سه برابر. اون وقت ماشینو میدم به این عروس دمادای با کلاس گل بزنم چایی 500,000 تومنم ازشون میگیرم. دروغ 500,000؟ آره 500,000 تومن. ایوه 500,000 من هم ماشینه رو پارک میکنم دم همون در بالاخره یه ساله پولش در میاد دیگه. خب خیالی نی اما باز درصد بدیم. درصد دیگه چه دار؟ ما با هم داشتیم دیگه. ما ایوه کنیسیم داشتیم. نه قربونه ببین من به بابام باج نمیدم. تو میخوای ماشین تو بذار جلو تالار من کاسبی کنی؟ خب باید درصد چه بدی قربونه. خیلی آیتی من احمقا بگو میخواستم بیام تو تالاره بخونم. جونم من راست میگی؟ دروغم چیه؟ البته فکر کنم که آره آره یه ذره که فکر کنم اینم جلو تالار قشنگ جای دو تا ماشین هست من اینه قدرتی خوب دو تا داداش با هم خلوت کردیم برای هم نوشابه باز میکنی. نه بابا جان میخوردی سر شد از دهن افتاد. خوردی؟ شما بفهمید. میگم راستی به نظر شما این ماشین مزندش چنی؟ چی؟ کدام؟ چه میدونم بابا جان؟ آدمی که خر نداره از که او بگه اونجا خبر داره؟ اما ماشینیه برا یعنی؟ به ما نمیان؟ خدایی للهی نه. اما اگر میخوای با همچین چیزی برسی تا خانه را جبر دندان رو جبر بذار بازه من همی بیستابه چیزی بخورم عقل من کار بکنم. آقا خوردین شما؟ میگم چی میشد اگه این 500 تومن نصیب یه نفر بازه یک کار سر دل شما سنگینی میکرد. الان هم ملوم نیست صحنه به شما برسه. اول باید ببینیم که با مال و ملال هم دیگه نظر نداریم، سر هم دیگه رو زیر خاک نمیخواییم بکنیم. بعدا درزم باید این نامرم امضا بکنیم. بگی بخون ببینم. سامان نداری مگر؟ بخونده نوشته که ما این مال خودم که؟ یعنی دریافت کرده؟ ما که نگرفتیم. شرطش همینه آقا جان. ببینم فکر کردی ما خریم ها؟ امضا بدیم بعد بداریم دنبال پولمون ها؟ دقیقا راهش همینه. اون وقت کجا معلوم تو سر ما رو شیره نمالی؟ ایوه شیره؟ بگیر آقا جان من خودم کلی مال و ملال به نام من هست. مثلا؟ مثلا 500 چیه؟ 1000 متر زمین درندش در گیلان زمین ویلا رجبک خودش به من قول داده. چی خیال میکنی؟ 1000 متر؟ چی خیال کردی آقا جان؟ با من میگن شیوه هاش بر بخور آقا جان بخور. من تا این دست بالا کنم بشورم
یکی از این آقای میلیونر رو صبر کن. بیا تو صبر کن. باریکس. بیا داشتی من. کار کار خودت بود. مثلا تو صاف تالاری. من حساب کنم. کوالا تا تالار. داداشی. من میلیونر زاغنشینم. اقضا این دختره از اون بچه پول داراست. خیلی حال میده یه جورایی پولاشو برای دیگه بکنه. زشته داره نگامه اون 60,000 تومان کف بخورین، هنگ بخورین. بده من بابا نمیخواد، خودم حساب میکنم. تا دیگه دختره وضعش خوبه میخوای خودتو تو دلش جا کنی؟ نه جون تو، من یه برادر زن دارم واسه اون خواستم. بیخور بزنیم بزنیم دست شما در نخونه. خیلی آبگوشت خونک و منشی بود. آه مطمئنی فقط پول میز ما را حساب کردی یا پول تخت ما را حساب کردی؟ 60,000 تومان دیگه قیمت مونه. نخره شهریه جاده. قابلم ندارد. من نوکرش رو داشت. چه گرفتی خوابیدی؟ آقا مبارک باشه. با تو جا کردی حسابی تو دلش. پشت پشت چرت و پرت نگو. پشت باید رو بیفتیم. پشت میریم آقا. رفت دستشویی. اگه خیلی نگران عیال آیندتی برو دنبالش. یک هیچ به نفع حاجت. داشت میرفت دبلیو یه جوری نگاه میکرد عاشقونه. بارو بابا به همین خیال با. آخی من عاشق این کوه دماوندم. دروغ میگی. نه به خود راست میگم. چه تفاهمه، چه تفاهمه. منم عاشقشم دیوونه وار میخوام. آی آقا نسی میچند از حساب بگو من نسیر نگاه بکنم دست درد کنه. بله بله البته هرچی که شما بخوام. ای کوه بلند، ای دم آورد. چشو ببخشید من میتونم با شما یه رازی رو در میان بذارم؟ من آماده ام. والا از شما چه پهنم؟ یعنی میدونین؟ الان که چیزی نمیدنم ولی خب یه حدسه میزنم. حدس میزنین؟ چه حدسی؟ آقا ناصر یه چیزایی تو دل آدم هست که فقط توی چشم خانده میشه. از طریق یعنی شما از تو چشای من خونده؟ چیه خندم آقا جمعه که چشمم بسته است که باز بکنم بعدن دیگه. خب باز کن چشتو. چش وای 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 آقا ناصر من از همون موقعی که شما را دیدم از همون نگاه اول فهمیدم. شما چقدر دختر باهوشی هستی. یعنی شما یعنی شما فهمید چقدر که تعجب میکنی ها؟ منم تعجب میکنم آقا چجوری تو این شرایط تو این کوه کمن بفهمم که یعنی شما بخوای به من بگید که بگم که از کوه میترسم. شما کجا فهمیدی؟ آخره ترس میکنی کوه هم ترس داره مگر خجالت نکش. اصلا من بدبخت از اون اول هیچ وقت برو بابا. چی فهمیدی از چشم ما؟ آدم تو این آب و هوایی به این باحالی حرف از ترس میزنه. آقا میخواد صاحب خونه 1,000 متری هم باشه. شانس دلم برای زنم خیلی تنگ شده بشه. الو سلام خانوم مخلصم. بله بله دارم با احتیاط بیرونم که سعی و سالم برسم. البته با دست پا جونم بیا
مانتو یخچال مانتو یخچال که قابلی نداره. میخوام از این ظرفشوری جدیدا برات بخرم. آره شما دعا کن ما خانم و رجب و سعی و سالم ببینیم. حتما منم دلم تنگ شده برات. خدا آدم مجرد مثل خونه بیچراب میمونه. عقدیم گفتن زن بلاست، اما الهی هیچ خونه بیبلا نباشه. آقا نصیر مثل که زن تا خیلی دوست داریه نه؟ بله 3 سالی میشه که ازدواج کرده، البته بچه نداره، ولی باور بفرمایید هر لحظه هر روز که میگذره فکر میکنی که اول زندگی 10 سال 20 سال. آقا نصیر این آقا رجب بگو وقتی شما را سر را گذاشته شما 5 ساله بودی، این امزی که 1 ساله بوده. اول شما دوتا بی پدر مادر چطور بزرگ شدین؟ ببخشیدی خیلی خیلی ببخشیدی. خدا ببخشید با شما نبودم. چه عرض کنم بار دیدین که من رو داشتم سوال هاست که با هم درگیر، البته درگیر چه عرض کنم یه جورایی با هم دشمن. خب روزگار ما رو جدا کرد، یکیمونو یه بر انداخت یکیمونو یه طرف دیگه. شما چی؟ ای چی بگم آقا نصیر جان، منم دست کمی از شما نداشتم. 7 داداش قد و نیم قد رو این شانه گذاشتم از این خانه با آقا. هر شش ماه از پدر مادرتون به شما ربطی نداره. آره آقا جان داشتم میگفتم پدر مادر من بیچاره ها بر اثر تصادف هر دو چلاق شدن افتادن گوشه خانه، من شدم نونآور خانه. الان هم انگار دارم تلاش میکنم که این خانه رو به دست بیارم برای که اجاره خانه ندم دیگه. الان هم دیگه شما رو میبرم میرسنم، شما رو به خیر من رو به سلامت. اگر رجبه پول داد داد نداد به فدای این سر من که نداد. این نامه رو میدم میگم شما دوتا امضا نکردین. همین کی گفت امضا نمیکنی؟ امضا بکنی؟ بله بابا شما دوتا خیلی مردید که مبارک انشالله. بفرما. حالا شما خشه خانه بفرما. مده با من من ببینم امضای شما اصل هست هست. خب دیگه کاری نداری برگردی بهتره. خیرون بده من بابا. بده با من ببینم امزاد دادی پولت هم گرفته دیگه حسابی نداریم با هم دیگه که برو دی. نگفتم چلکه تو میری، نگفتم چلکه، فقط رو حساب تو که داشته مدکتر من امضا کرد. کلک من کلکم یا شما دوتا که میخواستین سر من کلا بذارین ها؟ کی ما کلک زدیم؟ بله فراموش کردی آقا ناصر نه؟ شما میخواستی کلک بذاری که میخواستی با رخ نکردن در دل یک شهرستانی پاک خشپری احساسات من جریه در بکنی مالا ملان من بکشی بالا. برو آقا جان برو بگه من حالویه. دور از جون شما دور از جون. بلا نفسم بلا نفسم. تو خجالت نمیکشی؟ سب کن ببینم تو خجالت نمیکشی مامانا؟ مگر قرار نبود تو یه زمین صاف بکنی 4 ستون بزنی توش، یه سخت بزنی رو 4 کره کچل بریزی توش؟ چی شد پس؟ یه ماشین آخر سیستم رو که دیدی دست پای خودتو گم کردی. ندید پدیدی. خب تو باتر مگر قرار نبود تو هم یه تالار باز بکنی 4 دختر و پسر فقیر بیچاره مفلسه براشون جشن عروسی بگیری؟ چی شد؟ حرف یخچال و فریزر و ماشین لباسی من تو چیه؟ من تو اگر من تو باشه من خودم چلاقم، مگر برای خودم میخرم که بیاستین نپوشم. تحویل بگی تحویل بگی آقا بخوام. الو محمد صدت مالک عشقه برات یخچال میخرم. آها تحویل بگی. هرچی عشق باشی کلاغ باشی هرچی باشی این آقا رجبک ما 7 سال سر اینو اون کلاغ گذاشته شد رجبک. خب شما دوتا شما دوتا مخوای سر اون کلاغ بذاری؟ بیشید بابا. ببین دختر خوب من که تا الان هر حرفی زدم آقا اشتباه کردم، من معذرت میخوام. اصلا همین الان پاشو با هم بری محضر امضا میدم که هرچی من دارایی دارم همه رو بدم به این جک و جوونای بی پول و بی چیز. خوبه؟ خب خب ادای اون مرده کی بود تو فیلم فارسی بازی میکرده برای من در نیار؟ جون من شبیه هم. شما چی آقا ناصر توبه میکنی؟
قسم میخوری؟ نه بابا بلمون کن. نه؟ الله من میخوام برم اون برا یه سینتی بخرم، یه سینتی بخرم برم اون برا. خانم مریم زاده به دادم برس، میخوام برم پیش مردان آنجلوس، لس آنجلوس. چقدر تو خنگی آقا جان، من تهران با تو تبریک کردم که لس آنجلوس، لس آنجلوس سری بکن حله. لس آنجلوس، لس آنجلوس، یا نه اصلا میخوام همینجا بخونم، همینجا بخونم، هم منم تحت تاثیر قرار بدم، همچین براشون بخونم عین هونه بلبل. بعد این همسایه‌ای کورکاچل مگه چی بکنی؟ همسایه رو بخیل خودشون میدونم، مال یه پولی نده آهی در بساط نریم. نصیر میای یا نه؟ خیالی نبود داشت، خیالی نبود، ما خودمون تنها میریم، 25 سال تنها زندگی کردیم، بقیه‌اش هم روش. چه بکن آقا جان؟ یعنی شما فقط برای پول داشتی میامدی؟ اولش پول بود علی. حالا وای خب، حالا چی؟ حالا حالا دیگه اصلا پولی نیست. آخر پول میگی تو چی آقا جان؟ میخندی؟ اینجا خرابه، باید شانس هم باید شانس. ای بابا از ما که بدشانستر نیستی. تمام آرزوامون نصف نیمه مون برباد رفت. اوه ببینم تو این یارو فیلم برباد رفته رو دیدی؟ آره بابا دیدم. اون مرده بود کلار گیبل، سیبیل نازوکه، او کافشه سیبیل داره. جون خودت من عین اونم، تو هم یه نموره به اسکال دوهارا میزنی. ای آقا ناصر جان، برباد رفته، برباد رفته. چرا؟ تو واسه چی؟ آقا جان اگر من تو را تنها ببرم پیش رجبک، نه تو به سهم الارضت میرسی، نه من به هزار متر زمین ویلایی. جون من یعنی امیدی هست؟ دوتایی با هم. ای والا ناصر، بچه ناصر، 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 اخوی ناصر. ای ابله حسام، اگه تو مرض داری؟ بابا دختر راضی شده بود که ما رو ببر پیش عمو، همه چیزو خراب کردی. اه دیگه برام مهم نیست ناش، میدونی چی برام مهمه؟ اصل اینه که یه بار ما تو زندگیمون عاشق شدیم، یه بار یکی خوشمون اومد ولی راه نداد. اصلا اینا میدونی بدی این سفر چیه؟ اینکه تو با من همسفری. ایوه زدی تو خال، ولی یه بدی دیگه هم داره، هوا گرمه. خیلی هم گرم نی، مهم اینه که ما هر کاری بکنیم تو این سفر، ما هر کاری بکنیم، اگه دستمون هم تا اینجا بکنیم تو عسل بتایم دهنش، فکر میکنه به خاطر پول همو هست، نمیدونه خاطرشو میخوای. زرشک وا دادی. ولکم بابا، تو هم زرشک وا دادی، وا دادی، وا دادی. تو مو میبینی و من پیچشمو. ایده بیا دختر ظاهر و باطنش یکیه. تو میری تو طول این سفر که میمریم یک کلوم حرف نامربوط نزد. با انقدر ما دختر توی عروسی ها دیدیم دیگه با دختر نگات میکنه انگار میخواد قورتت بده. ولی این دختر از اون یه تیکه بسیر که میمریم و یه بار یه جا فقط تو آینه نگاش به نگاه ما افتاد، خلیشی کشیدیم بر که چی نکنه وقت چشش به چشم ما بیافته. اینا میگن نجابت. بابا ایو نمیدونستم این قضیه غیرتی هست. خلاصیم دیوونه هستیم، هر چی میگی هستیم، ولی بچه جنوب شهریم، بچه جنوب شهر، هر چی که باشه بچه جنوب شهره. منم آقا جان اگر یک جوان با غیرت جنوب شهری از من خواستگاری بکنه، نه نمیگم، دیوانه ام مگر نبگم. مردم آقا جان، مردم از بس نگفتم. یعنی شما حاضرین با من؟ آقا ناصر نگاه بکن، من برای زندگی خودم برنامه دارم. همینجوری نیستش که، الکی نیست که. من آقا جان برنامه ندارم. چقدر برنامه سیاه برنامه است، مگر برنامه بی برنامه تعطیل خوبه. یعنی با من ازدواج میکنیم؟ وای من خواستم در جواب شما بگم بله مبارک ان شاء الله. اوه لا 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 ل
چشم بیتاب منم هنوز براهه، رو بخار شیشه با دستای خستم اسم تو نوشتم و چشممو بستم، توی رویام تو رو دیدم که دوباره میری و پشت سرت بارون میباره، مثل اون روزی که تو زدی به جاده از من و دلم گذشتی خیلی ساده. خب به افتخار عروس و داماد عزیز داشم یه کف مرتب بزنین که بیان تو. ناصر خیلی ما خواستیم از خواه بفرمه، از خواه بفرمه جون رو آیدم، از خواه بفرمه سلام عرض کردم. ضمن خیر مقدم به شما مهمونای عزیز، مهمونای گل، خیلی لطف کردید اومدید. امشب واقعا شب قشنگیه، به خاطر اینکه عروسی داشتم، به خاطر اینکه داشتم رو خوشحال کنید، منو خوشحال کنید، یه کف خیلی قشنگ بزنید. این داشت ما از اون بچه های هنرمنده، از اون هنرمندای نابه، کارش خوانندگیه، منتها خوانندگی خیلی باها حرفه‌ای. امشب میخوام این مجلس رو گرم کنه، البته با صداش. به افتخار داش ناصرمون یک کف مرتب بزنید. اینجا رو میخوام آتیش بکش و رنگ و رنگ کنه با صداش. داشتی من نوکرتم آقا. جون داداش نه جون داداش بفهم جون داشتی این داشتی ما داشتی یه سلطان همه خمنده های کردیم ما هر شب توی کافا میخونیم این امشب این داشتی ما داشت امشب میخواد داشتی ما بدر کنه اینجا. نه آقا نه بار بار داشتی والا من که خواننده نیستم ولی چشم به خاطری که عروسی داشتمه چشم. ما یه وقتایی شبا که دلمون میگیره میشینیم شعر مینویسیم. اجازه بدید من شعر رو در بیارم یک دمه از بیشتر، منتها یه جورایی میخواییم آوازش کنیم. بیبخشی بچی جون بریم آقا. میگم خدا رو سه هزار مرتبه شکر دعای ننه ما هم مستجاب شد و خوشبخت شدیم. خب بالاخره شیبا هش پرم عروسی کرد شد هزار پر. بله میگم راستی شیبا خانم اون قضیه که من عرض کردم که من از بلندی و ارتفاع و کوه و صخر و اینجا میترسم واقعیت داشت. اینو البته واسه ما کسر شم بود بگیم، منتها گفتیم که هیچ رازی بین من و شما از شب اول عروسیمون پنهون نمونه. خب پس اگر اینطوریه منم این رازه به شما بگم تا قبل از اینکه این رجبک بمیره. میدانی آقا ناصر این سمول ارسیده که من به شما دادم اکم اینقدر
اینقدر بیشتر خیالی نه بابا شیوا خانم آن نهایتاً 2-3 میلیون میخواد بالا پایین بشه خیالی نه دل ما دریاست با بابا راست میگی مگر اینطوری از اینقدر یه اینقدر هم اضافه بکن بابا بله کن دست بردار ما رو وارد نمیدن مسائل مادی نکن نهایتش خونه پرش میخواد دو برابر بشه خیالی نه بابا ایوال ایوال شوخیه قشنگی بود اونم مخصوصا واسه همچین شبی شب اول عرصمون یه همچین شوخیه با حالی خیلی باحال شوخی نکردم جدی گفتم خیش فکردم کلاهبردارم نمیدونستم تو راضی بابا جان راحت شدم من نسی جونم دو برابر بوده چی دو برابر بوده 250 نه 500 میلیون خب داشته من جفتش رو هم که میشه 500 نفری 500 بگی بعد چی جون بابا زشته همه فهمیدن ببین چی میگه هیچی میگه چی میگه میگه اون پولی که بعد از مرگ عمو ما میرسه 500 میلیونه جون دار نه تو یک کلا برداری همین ببخشیدیه من یه چیز دیگه میخوام بگم فکر میکنم دیگه حتما شما دوتا با من غر میکنید هن؟ من این سنده را به نام شما امضا زدم یعنی بازم ها آخ دارم سکته میکنم بابا جان چرا منو ول میکنید آخر ده مردم شیوا بگو دیگه رجب خودش گفته بود اول ازدواج بکن بعدن من این را به تو بگم خب الان دیگه من تو زن شوهریم دیگه چون سهم من با هم نصف میشه من دیگه به تو دارم میگم دیگه آهر من بگو دیگه عزیز من چهار چند بودی؟ 400 میلیون هزار پا چهار برادر نرده بون چقدر خنگن این دوتا هر دو خنگن خب بگو چهار تا چی بول یه چهار برابر یعنی یک میلیارد وای قلبم تپش شو شیوا دوست دارم سایه تو دور و به مرز گریه نزدیکم به من چشماتو برگردون پر از رو سایه تاریکم توی خواب و تو بیداری چشمام دم مال چشماتم بگو تنها نمیذاری نگو این آخرین راتم بی تو میمیرم تو میمیرم با دوست دارم باز جون میگیرم بی تو میمیرم بی تو میمیرم برگردی پیشم آروم میگیرم دیگه بی تو نمیرم
چشماتو برگردون پر از رو زای تاریکم توی خواب و تو بیداری چشمام گم مال چشماتم بگو تنها نمیذاری نگو این آخرین راتم